چرا واقعی این همزاده ها رو بهتر بفهمیم، بهتر بشناسیم؟ چرا واقعی این اطلاعاتی ها این پاسه رو ناخونده جنرکاری که تشته بخونه مردم و جمعه دسته جمعه مملکتشون هستن رو بهتر بفهمیم؟ اینا این همه در بشه سب و سی هزار جوان رو در داخل زندان ها اعدام کردن و بیش از یک میلیون جوان رو در جبهه جنگ ایران عراق کشتار دادن. این جنگ ایران عراق نه به خاطر مملکت و میهنان اینا بود، نه به خاطر جمعیت سرگزاده این آخوندها بود. اینا جنگ قدرت بین ایران عراق بود، نه جنگ بین مردم ایران عراق بود و جوانهای مملکت رو به کشتن دادن. آیا بعد از این جنگ به اون چیزهایی که چهارهایی که دروغین چی میگفتن رسیدن؟ گفتن که باید قدس از کربلا میگذرن، گفتن کربلا پایتخت اسلام برکنن و این چه صدرجا. این همش آخوندهای شارلاتان هستن که با این دروغها مردم رو میفریبن تا بتونن اعتماد حاکمیت ننگین خودشون ادامه بدن. برای مردم تو بدبختی، خرابی، ابرشون، شکنجه، درد، آوارگی، کودکان خیابانی، آدمای کارسونکار خیابانی، دخترهای خیابانی، اعتیاد، دردی، فحشا، سیزیده قرم، ارمه ها نیوازن آخونده. خدا لعنتشون رو کنه. همه موقعی که بیزن رو های زندانی ازین بودن، شفرانیش نمیدونم که یک بعد از زوری روزشتی شروع کردن، اعلام کردن، و همه طور از بیزن رو زندانی رو میبرن و همه طور اعلام میکردن. البته فکر کنم از همون زندان ابین زندانیا رو میبردن و اعدام میکردن. از اون بعد از ظهر شروع شد تا فردای غروب روز بعدش که دسته های 30 نفره، 25 نفره، 20 نفره دسته متفاوته همطور اعدام میکردن. این صورت بود که اول یک سقه رگبار میومد و بعد از یه مدت کوتاهی سقه چکی ها میومد، در واقع سقه خلاص هر نفره میزدن. یک بار توی زندان ابین یکی رو به داخل سلول رو انداختن که این هیچ حرکتی نمیشوند انجام بده، احس که اونو شکنجه کرده بودن. یک جوان رشید بالکد دروش بودش. بعد این مدت داخل سلول ما بود و کمکم از شنیده هایی که شده بودش برای ما تعریف کرد و میگفتش که یک بار چهار دست و پاشو به چهار تا زنجیر در یک اتاقی بسته بودن. در واقع چهار دست و پایش رو از چهار طرف که با زنجیر بسته بودن به یک دستگاه کشیده میشه و این در فاصله خیلی ارتفاع خیلی کمی از زمین بلند میشه، در واقع قرار میگیره. و میگفت که درد وحشتناکی رو میکشیده و همش داد میکشیده و میگفتش که یک پاسداری از یه پاهاش، از یه بازشوی، از یه پاهاش حرکت میکرده و میمده سمت کمرش و بعد از اون تمام مفصلهاش این از خاطر از هم کشته شدن درد وحشتناکی میکرده و مدتی اصلا این نمیتونه خودش اصلا تکون بده، حرکتی بکنه. ببخشتن که خیلی سرت میزد رو بودم، من خاطرم که به گفتن این همهاره شما رو کمی روشن کرده باشم تا بدونید که این سرز اطلاعاتی و پاسدارا اینا ظاهرشون مثل میشونه ولی باطنشون مثل گل مونه و هیچ وقت گول اینا رو نخوره. اینا چهرهای واقعی خودشون توی زندانها و زندگی ما زندانیا در واقع نشون میدادن و در ظاهر خودشون رو آدمهای مظلوم و میش توی جامعه نشون میدن. به این صورت شما رو فرق میدن که اینا میگن تجربیت، اینا مناطق واقعی هستن. گول اقرار نخوره این گول جز شرم و جز سنفکندگی به آدم چیزی نمیدن. میگن زمستون رفتنی ولی روسیاییش به زوال باقی میمونه. خواهرم واقعا همینطوره، ظلم ناپایداره، ظلم میره، امکان نداره ظلم نیست باقی بمونه. چون ظلم میکنه پس در مقابلش نیمه حرفی بزرگهایی هستن که بلند میشن و اونو در مقابل شغرا میکنن و سرنگون میکنن. این آخوندها صد درصد و بدون هیچ شک و تردیدی اینها رفتنیان، اینا حتما میرن و روسیاهیش به زغال باقی میمونه. آرزو میکنم که چه زمانی بشه که در داخل ایران دیگه گذشته خیابانی نداشته باشیم،
که در داخل ایران دیگه پاسخ‌خواب نداشته باشیم. در داخل ایران دیگه ایسرائیل وجود نداشته باشه که بخواهم بنده و سدوسها کارگران محل ما و یا هر کس دیگه اعتصاب بکنم بخاطر اینکه حقوقشون به شده ندارن و اینها توان پرداخت شده خونشون ندارن و خیلی دنبششون نمیتونن بپردازن. امیدوارم که در داخل ایران دیگه این دوستات رو نداشته باشیم. زمانی برسه که آخوندها دیگه نباشن در داخل ایران، حکومت آخوندها سرنگون شده باشه، که حکومت برابری آزادی در داخل ایران ایجاد شده باشه، حکومت مستقل و آزاد باشه و دیگه در این نداشته باشه که پولای این مملکت رو برن داخل بانکای سوئیس ولی از اون طرف مردم از تختمون پول نداشته باشن که بچه هاشون رو به رسی مدرسه فرستن یا لباس و مواد غذایی به خانوادشون تهیه بکنن و دیگه دقیق نداشته باشه بخاطر دانشجوها به خاطر فضای اختناق و تعکب دست اعتصاب بزنن. آرزو میکنم یه ایرانی آزاد و مستقل داشته باشیم به صورتی که هر بچه‌ای که به دنیا میاد آیندهش روشن باشه، نه مثل این دوران آخوندها که یا آینده تیر و تار برای هر انسانی که به اینجا به دنیا میاد زنده باشه. آرزو میکنم که در ایران آینده زمانی برسه که دیگه زنها به عنوان موجوداتی در کنجو دیده نشن و دیگه در این وجود نداشته باشه که دخترهای با عفت ایرانی دختره خیابونی بشن. هیچ دختری دوست نداره که دختره خیابونی بشه، دوست داره که زندگی معمولی داشته باشه، سرسامون داشته باشه. هیچ پسری دوست نداره که بیکار باشه و به احتیاط رو بیاره. همه دوست دارن کار داشته باشن، سرکار برن، تحصیل بکنن، بحث بکنن. به خاطر این شرایط خفقان و شرایط فشار اقتصادی هستش که ناخونجا ایجاد کردن، جوانهای ما آواره شدن و به اعتیاد و مسائل اینچنینی رو میارن. خب بگیرم و خیلی حرف زدم و بعد من درد آوردم. بیشتر از این مزاحمت نمیشم. آرزوی سلامتی و شادی براتون دارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.